آرزه پوستی انگشت کووید دقیقا چیه؟ چرا بعضی از کودکانی که بیماری کرونا میگیرن علائمی شبیه بیماری نادر کاوازاکی دارن؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما در مورد علائم کمتر شناخته شده کرونا با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مهمون امروز من در قرنطینه دکتر مهسا محب‌تاش هستن، رئیس بخش خون و سرطان شناسی بیمارستان مد استار گود سامارتن از آمریکا. خیلی خوش اومدین خانم دکتر. مرسی، خیلی ممنون. ایلیا سوال کرده در چه مرحله متوجه میشیم که مشکل ریوی ناشی از کرونا ذات‌الریه است؟ همونطور که میدونین شایع‌ترین علامت ریوی بیماری کرونا سرفه خشکه که معمولاً همراه با تب. اگر تنگی نفس ایجاد بشه این یک علامت هشدار دهنده است که ممکنه بیماری داره به سمت ذات‌الریه پیش میره. در این گونه موارد افراد باید به اورژانس مراجعه کنن تا سطح اکسیژن خونشون اندازه‌گیری بشه و یا عکس ریه یا سی تی اسکن ریه از اینا گرفته بشه. در بیماری کووید معمولا کدورت‌هایی در ریه دیده میشه که معمولا دو طرف است و در لوب‌های تحتانیه. مجموعه این علائم میتونه تشخیص ذات‌الریه رو قطعی کنه و این افراد احتیاج به بستری شدن دارن. آیا علائم ریوی غیر از ذات‌الریه هم داره کرونا؟ بله، اگر ذات‌الریه پیشرفت بکنه میتونه تبدیل به سندروم حاد تنفسی بشه که متاسفانه سطح مرگ و میرش بالاست و در 20 تا 40 درصد بیماران ذات‌الریه کووید دیده میشه. این افراد معمولاً سطح اکسیژن خونشون شدیداً پایین میفته و احتیاج به لوله گذاری و تنفس مصنوعی دارن. یک علامت دیگه ریوی هم وجود داره در این بیماری و اون موقعی که افراد با سرفه و تب به اورژانس مراجعه میکنن ولی اصلا تنگی نفس ندارن. وقتی سطح اکسیژن اینها گرفته میشه میبینن سطح اکسیژن خونشون پایینه با وجود اینکه اصلا احساس تنگی نفس نمیکنن. به این حالت میگن کمبود اکسیژن صامت یا کمبود اکسیژن خاموش. این افراد معمولاً به سرعت پیشرفت می‌کنند و دچار تنگی نفس میشن، بنابراین باید خیلی تحت نظر باشن. ایمان سوال کرده آیا ضایعات ریه بعد از بهبود مادر کرونا هنوز در ریه‌مون باقی میمونه؟ این بستگی به شدت و وخامت بیماری، طول مدت بیماری و بیماری‌های زمینه‌ای فرد داره. به طور مثال اگر کسی سالها سیگار کشیده و به خاطر اون سیگار کشیدن ریش دچار آمفیزم یا برونشیت مزمنه و یک ذات‌الریه شدید میکنه و یک تا دو هفته در بیمارستان بستریه، اون فرد بیشتر احتمال داره که علائم ماندگار در ریش بمونه. اون طرف قضیه اگر یه فرد ذات‌الریه خیلی ساده پیدا کنه و ریش قبل از این بیماری بسیار سالم بوده، اون بیشتر احتمال داره که بهبودی کامل پیدا کنه. با تمام این حرفا من باید به این قضیه اشاره کنم که این بیماری برای همه ما تازه است. اولین مورد بیماری تقریبا 6 ماه پیش گزارش شده. بنابراین ما اطلاعات خیلی کامل از اثرات دراز مدت بیماری هنوز نداریم. ولی با استنتاج از بیماری های مشابه ویروسی که سندروم های مشابه در ریه ایجاد می کنن ما می تونیم این پیشبینی رو بکنیم. دکتر محب‌تاش، اما آسیب کووید 19 فقط محدود به ریه نیست، درسته؟ درسته. کووید متاسفانه میتونه تمام ارگان‌های بدن رو تحت تاثیر قرار بده. تمام ارگان‌ها رو؟ اکثر ارگان‌ها رو. حالا بعضی از ارگان‌ها رو کمتر، بعضی از ارگان‌ها رو بیشتر. مثلا ریه شایع‌ترین ارگانیه که تحت تاثیر قرار میگیره، ولی اکثر ارگان‌های بدن میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. بیماری کرونا چه آسیبی به کبد و کلیه میزنه؟ آنزیم های کبدی در بیماری کووید بالا میرن. بعضی اوقات انقدر بالا میرن که حالت بیماری هپاتیت رو پیدا میکنه یا التهاب شدید کبد. کلیه هم تحت تاثیر این بیماری به صورت عام قرار میگیره. 3 تا 35 درصد بیماران کووید به این نارسایی کلیه مبتلا میشن و 15 درصد اونها متاسفانه باید دیالیز بشن و 97 درصد افرادی که دیالیز میشن باید تنفس مکانیکی و لوله گذاری براشون انجام بشه. این نشون میده که این نارسایی شدید کلیه، اگر نارسایی شدید باشه، همراه با وخامت بیماری و ارتباط با وخامت بیماری داره. مکانیزمش هم متفاوته. معمولا این بیماری ها توأم با افت شدید فشار خونه و این باعث میشه که خون به کلیه ها نرسه و سلول های کلیوی آسیب ببینن. بعضی اوقات اثر مستقیم این ویروس روی کلیه است که باعث آسیب کلیوی میشه. همچنین اون سیستم ایمنی بدن که در طول این بیماری شدیدن فعال میشه هم میتونه باعث نارسایی شدید کلیه بشه.
علی سوال کرده بیماری پوستی انگشت کووید چیه و آیا بعد از بهبود این علائم از بین میره؟ انگشت کووید بخشی از ضایعات پوستیه که در بیماری کووید اتفاق میفته. حدوداً 20-30% تمام بیمارانی که به این بیماری مبتلا میشن نوعی از ضایعات پوستی رو میگیرن. انگشت کووید معمولاً در انگشتان پا اتفاق میفته به صورت قرمزی و تورم، معمولاً همراه با درد یا بعضی اوقات خارشه. میتونه در افرادی که هیچ علامت دیگه ای ندارن اتفاق بیفته یا میتونه در افرادی که علامه ریوی دارن هم اتفاق بیفته. در افراد جوان هم میشه اتفاق بیفته ولی شایع نیست کلن. بهبودیش خود به خوده، 10-12 روز طول میکشه به شرط اینکه بیمار علائم ریوی دیگه ای نداشته باشه. نگار سوال کرده نگران بیماری کاواساکی هستیم که این روزها اسمش سر زبون ها افتاده. این بیماری دقیقاً چیه؟ بیماری کاوازاکی یک بیماری التهابی عروقی در اطفال و با علائم پوستی، بزرگ شدن غدد لنفاوی و تب تظاهر میکنه و ممکنه قلب رو هم تحت تاثیر قرار بده. علت این بیماری رو دقیقاً نمیدونن ولی حدس میزنن که ممکنه به دنبال یک بیماری ویروسی و واکنش شدید بدن، واکنش سیستم ایمنی بدن به این ویروس باشه. ولی بیماری کاوازاکی خودش مصری نیست. به همین دلیل هم الان سر زبون‌ها افتاده برای اینکه در بعضی از بچه‌ها که به ندرت این بیماری ایجاد علامت میکنه این علائمی رو که شبیه بیماری کاوازاکی دیدن. البته بیماری کاوازاکی نیست ولی علائمش شبیه واکنش شدید بدن به ویروسه. خوشبختانه این علائم بسیار نادره در بچه‌ها. به نظر خیلی عجیب نمیاد که یه ویروس تنفسی بتونه اینقدر به همه ارگان‌ها آسیب بزنه خان دکتر؟ ویروس وقتی وارد بدن میشه میتونه وارد خون بشه و از طریق خون به تمام ارگان‌های بدن دسترسی پیدا میکنه. البته همه ارگان‌های بدن به یه اندازه تحت تاثیر ویروس قرار نمیگیرن ولی احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن رو دارن. به همون ترتیب وقتی سیستم ایمنی بدن رو فعال میکنه، سیستم ایمنی بدن پروتئین هایی رو تولید میکنه که میتونن اثر مخرب رو بعضی از ارگان ها داشته باشن و این پروتئین ها هم در جریان گردش خون به تمام ارگان های بدن میتونن برسن. ما این واکنش رو و این اثر چندین ارگانی رو در بیماری های ویروسی و عفونی دیگه هم دیدیم. خیلی از بیماری های ویروسی و باکتریایی هستن که چندین ارگان رو تحت تاثیر قرار میدن. خیلی ممنون خانم دکتر. سالها در مورد علائم کمتر شناخته شده کرونا خیلی زیاد بود، نرسیدیم همش رو این بار از خانم دکتر بپرسیم. قسمت بعدی این مصاحبه رو فردا همینجا نگاه کنید. سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما بفرستید.